ندیده شدی. بذار امشب خوب نگاهت کنم، فردا بتونم مثل تو باشم، یه چند لحظه روبروم بشین. میخوام به احترام تو باشم، دستات میچرخه سالگی از جوزان اومدیم بیرون دیگه، مهاجرت کردیم به خاطر سال 32 مسائلش. فامیلی اصلی ما منصوری بوده که بعد تبدیل میکنم به جعفری، چون اون شناسنامه نبود ولی پشت قرآن ما داریم. ما منصوری بودیم، یه وانتی اومد توی همون جوزان که ما زندگی میکردیم، چون خاطرات کودکی آدم هرچی پیرتر میشه شفافتر به نظرش میاد. شروع کرد داد زدن که میخوان فیلمشون بدن و همه ما یعنی چی ما به شما تعزیه دیده بودیم چیز برای فیلم ندید. بعد یه کامیون اومد و یه چیزی روش بود، شب همه جمع شدن توی میدون و یه چلواری آویزون کردن روی دیوار و ناگهان نور کوبید روی دیوار و شوکه کرد مرا. یعنی که یعنی چی؟ یعنی از این چی؟ آره از من که هیچ صدایی نمیشیدم، فقط این تصویر رو میدم. حتی یادم این صدا داشت نداشت، یادم یکی تعریف کنم، ولی اصلا جهان منو به هم زد، مثل جادو بود. یعنی من یادم که تا قبل از اینکه چند ماهی طول کشید که اونجا بیایم بیرون، هر روز میرفتم اون یه تیکه دیوار رو دست میکشدم و بگم این چی کار کرد که این اتفاق افتاد، یعنی این چه جادوی عجیبی بود. خب این تأثیری بود که گذاشت. این فیلمی که ساختم پرواز رو فراموش نکن، مادر سحر توش بازی میکرد، خانومم. قبل از اینکه برم رشته سینما، موقع تلویزیون و سینما مجموعه بود، جونیور بودم هنوز، 5 دقیقه بود اونو ساختم. بعدم در قفس که یک فیلم انیمیشن بود، داستان یه نقاشی توی قفس که یک گاردی نظامی همش مجبور میکنه عکسای اینو بکشه، نقشه اینو بکشه. خب و در پایان این عکس یه زندانی رو میکشه خودشو و اون میاد با این به جنگ، شمشیرشو میکشه، اینم با قلمش کشته میشه، اما نقاشی زنده میشه، اینو میکشه و در قفس رو با میکنه بیرون. که این برای من جایزه های زیاد و ورد، بهترین فیلم دانشجوی
فستیوال سان فرانسیسکو شد و یه تشویق خیلی خوبی بود که بتونم ادامه. شیر سنگی فیلم ماندگار اول انقلاب ماست. چه اتفاقی میفته اون فیلمی که شما جایزه فجر هم براش گرفتید و هنوز هم اون فیلم بارها و بارها دیدن داره؟ چی میشه اون؟ از کجا تو ذهن شما جرقه میزنه اون سوژه؟ نمیدونم. ببینید اصلا مثلا شیر سنگ، خب اینا مثل قسمتایی از زندگی ماست. بعدم شرایط اجتماعی روزه. به اون موقع یک صداقتی در جامعه موجود بود و جنگ بود در کشور از یه طرف، و اما چون جنگ بود مردم اون جوهر اتفاقات رو نمیدیدن. حکومت هم که چماقدار اجنبی شده به کله ما میکوبه. یه حرفا بوی خون میده آلیار. همین جوریش هم حکومت تو دل خوشی نداره. نباعثش خودمانیم. خودما؟ خودما چی کردیم؟ بد کردم پشتت باستادم حمایتت کردم؟ کجای حرف حکومت کشه؟ میان خونه بسازید کار کنید بعد میان؟ قانون حکومت نباشه هر روز باید با یه مملکتی به جنگ باشیم. من گفتم حکومت نباشه، من میگم اجنبی پرستی نباشه. خود سر نشه یه اجنبی بیبی بابا چه میکنن؟ خب مایت چی ازت میخوان؟ یکی کشته شده میگن بیاد سنتاق پس بدم، بعد میگن یه بخشی از زندگی تو شما تبدیل میکنه که در رابطه است با جنگ برادر کشی که بین این دوتا آدم وجود داره. به خاطرش اینه که اینها چاره‌ای جز جنگ در با هم ندارن. یه طرف یعنی نامدار خان واسطه بود، یه جنگ بین مدرنیته و سنت بود و یه چیزی پیدا شده که درک صحیحی ازش نداره. یه طرف علیار واسطه که یه سری سنتایی داره، یه سری قوانینی باش بزرگ شده و او از دید او وقتی نگاه میکنه میبینه قوم اجنبی ها وقتی اومدن گفتن که این نفت طلای سیاست، پس چرا ما به غیر از بدبختی و هیچی ازش ندیدیم؟ اون طرف واسطه ترقی کشور در این میبینه، یه جهان عوض شده، هیچ کدوم نه درست میگن نه غلط میگن. یعنی آزادی تماشاگره که انتخاب بکنه خوب به هر حال. یعنی معلومه که این دوتا هیچ کدوم کوتاه نخواهند اومد، بلکه در نهایت این زد و خورد واقعیه. یعنی ما میخواستم این احساس رو بدم که به هر حال جهان تغییر میکنه، اما در تغییر جهان و در تغییر شیوه و ساختار زندگی چاره ای جز این جنگ ها هم نیست. ما هر روز بیدار میشیم همیشه در جنگیم، به هر حال با خودمون بگیریم تا با جهان این اتفاق میفته. حالا جنگ اونجا ظاهرش میشه که حالا تفنگ میکشی، ولی لزومن ما هر روز تفنگ نمیکشیم، ولی یه جوری کشیدیم هم دیگر رو در به داغون میکنیم از حسادت هامون، خباست هامون، تعصبات بی موردمون رو چیزهای بعضی وقتا بی ارزش، بعضی وقتا با ارزش. تا غیر شیر سنگی حاصل این بود. سنگی رو می ساختیم، صحبت از شیر سنگی میکنیم. یه تکه بود که بی بی در واقع فوت کرده، سر قبرش نشستن، ایل نشسته و حالا علی نصیریان و عطاالله زاهد میرسه. عطاالله زاهد یه قول عرفانی بود، رفت خدا رحمت کنه، با اسب به سرعت اومدن پیاده شدن. بنا بود که علی نصیریان و عطاالله زاهد کنار هم راه برن بیان روی قبر بشینن. علی نصیریان جلو اومد، چیز عقب افتاد، عطاالله زاهد و پیر بود، عطاالله زاهد پیر ده خیلی پیر بود. بعد من دیدم که دستشو گرفته صورتش و پایین انداخته. یه لحظه میخواستم قطع بکنم بگم عمو جان چرا دستتو گرفتی رو پیشونی، میخوام صورتو ببینیم. نورم که خب تو اون فاز چیزه حالتی نداره که برجسته بکنه، هر چیزی میتونه شما رو پنهان بکنه. دیدم آقا نوره از دست میره و اصلا نه پولشو داریم نه وقتشو داریم. گذاشتیم که اومدن نشستن، علی نصیریان نشست، عطاالله زاهد اومد کنارش، سرش رو انداخت پایین، یه دفعه خون شوری از کف دستش ریخ روی قبره. اون شات گرفته شد، من قطع کردم، تموم شده بود به هر حال.
دویدم طرفش، دیدم که این اسب کله کرده، وقتی میخواست پیاده بشه این فلز کنار افسار اسب در واقع شکافته اینجا رو، ابروی این آدم رو شکافته تو بالای پیشونش. ولی برای این که این نور از دست نره این لحظه قطع نشه، با اون سن و سالش این کار رو ادامه داده. یه ذره پایین نگرد وقتی من گفتم مثل اون برای اون به خاطر اون عقابه. آه بریم از ما بین این دوتا از با من اون از سر بینیم. سپاس اکشنه، هر روش رد میشه. بیا اینجا بزنیم میدونیم دائما هم تو اون دوربین میبینیم اتون، هم تو این دوربین وسط نداره بخواهی ادایی در بینیم قایه میشه و هرچی بکنی بهتر، چون دو تا دوربین از دو طرف داره میبینم. حرکت بیایید. بدترین خاطره من از سینما در مورد یک مرد یک خرسه، چون به نظر من غیر منصفانه، غیر عادلانه، با بدفهمی، کج‌فهمی و بدگویی‌هایی که موجب شد این فیلم تیکه پاره بشه، فیلم رو در واقع مثل سلاخ افتادن به جونش. و حتی من یادمه که در وزارت ارشاد ما رمزون بود، از ساعت یک بعد از ظهر ما در وزارت ارشاد بودیم، با داوود یوسفیان مونتاژ کرده بود فیلم، گفت آقا این جمله موسیقی تموم نشده، پنج فریم این برتر این جمله موسیقی تموم شه، اجازه بدین من از تای این جمله موسیقی. گفت آقا مگه موسیقی هم جمله داره، چرا نمیشه؟ بعد من گفتم آقا جان میشه، قیچی رو از دستش گرفتم پاره کردم، گفتم میشه آقا، موسیقی چیه؟ یعنی به قدری آزار منو دادن که واقعا برای مدت ها افسردگی شدید گرفته بودم که آخه اینا چه موجود دادی هستن و چه جوری فکر میکنن هستن؟ مگه میشه یه آدم اینقدر کوتاه فکر، اینقدر تنگ نظر؟ ایو هنناس، زن من از خرس میترسه، این مردی کم خرس جواره در خونه ما. خاله خراسونی اگه خیلی خوشت میاد برش دار ببر خونه خودت تا باغبخش تکمیل بشه. تشریف بیارین تکمیلش کنی. اصلا مستجرمه، میخوام ببرمش خونم تا چشم تو کورشه. دست شما درد نکنه، چشم من کورشه، ها چشم من کورشه. ای بابا صداتونو بیاییم پایین. یه کوچه خورشید و یه خاله خراسونی، چرا بی خودت اذیتش میکنی بنده خدا را؟ همش میدونی تقصیر خانداداش نرگس خانومه که جلوی شماها رو نمیگیره. بله بله برمی تو. همچی میزنم تو سرت یه جد بلند نکنم. همه اهل محل میدونن که ما دست رو زن بلند نمی کنیم. اگه مردی به پشم سیبیله خچمه تای تو مرده، برو این عربده خوری واسه لاتای مثل خودت بکش. سرکار نعمتی، این مرد و خرسش باز داشتن، برداشت بسیار غلطی ازش شد، این فیلم رو تیکه پاره کردن، حتی نگاتیوش توی استودیو فیلمساز پاره شد و اصلا فیلم سه روز روی اکران بود. من یه نامه خیلی تند نوشتم به وزارت ارشاد که شما خب به هر حال بهشون برخورد، سه روز فیلمو کشیدم پایین از اکران و این اتفاقای بعد افتاده بود. اونا میگفتن که حالم بهتر میشه.
اونا میگفتن که حالم بهتر میشه. اونا دروغ میگفتن. واسه تک تک آجراش جون کندم. جلو ماشین شهر داری خوابیدم. واسه کی؟ واسه چی؟ خونم. خونت بود آتیشش نمیزدی. صورت آرزو دیدی؟ دستم بشکنه. حالیم نبود. حالا اومدم تلافی کنم. مواد مخدر یک ریشه ای داره. متاسفانه ریشه یابی نمیشه. یک بخشش روانیه، یعنی یه سری آدم، هر آدمی معتاد نمیشه. یک بخشی از اعتیاد در کشورهایی که دارای گرفتاری های اقتصادی هستند برمیگرده به وجه اقتصادی کشور، یعنی بیکاری بزرگتر یکی از